به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت همه دوستانی که صدای من رو میشنوند و تصویرم رو میبینند. چند دقیقه صبر کردیم که دوستانی که بیان، یعنی بحثمون دوباره کاری نشه، و از این بابت از اون دوستانی که سر موقع رسیدند عذرخواهی می کنم. موضوع وبینار امروز ما در مورد شیوه های صحیح ارتباط گیری با کودکان در شرایط دشوار و آموزش با آنهاست. یعنی در ارتباط با کودکان در شرایط دشوار همانند کودکان کار، بحث آموزش برای ما توی جلسه امروزمون تر خواهد. ببینید، من قبل از اینکه وارد بحث اصلیمون بشم، روی کردی که در این صحبت ها خواهم داشت رو در موردش صحبت بکنم. ما تو این جلسه صحبتمون اولا دیالوگ خواهد بود، یه بخشی رو من مطرح خواهم کرد، دوستان هر جایی که سوال داشتن حتما سوالهاشون رو بفرستن و در نهایت این سوالها توی بخش پایانی حتما این سوالها رو با هم بررسی خواهیم کرد و جواب خواهیم داد. ببینید، من با رویکرد آکادمیک امروز نمیخوام صحبت بکنم، بر اساس اونچه که بیام تعریف کودک و از این، بر اساس یافته های میدانی، تجربه‌ای که توی این 10-12 سال کار با کودک داشتیم در مؤسسه توانمندسازی کودکان ستاک، و با این رویکرد بیشتر من هم من و هم همکارانمون، چون تجربه ها بیشتر فردی نیستن، الزامندی بعضی وقت تجربه های گروهی هستن، جمعی هستیم که میایم صحبت میکنیم امروز تو کلاسامون چی شد، چی کار باید بکنیم، چه وضعیتی باید اتفاق بیفته، و خودمون هم یادگیرنده هستیم، یک فرایند یادگیری مداوم در حین این کار اتفاق میفته. من توی جلسه امروزمون با رویکرد همون بر اساس یافته های میدان صحبت خواهم کرد. این یه نکته به هم جهت ممکنه ایرادهای وارد باشه، انتقادهای وارد باشه، خب کاملا هم استقبال میکنم، تفاوت سلیقه های وجود داشته باشه، تفاوت رویکرد وجود داشته باشه، این خب طبیعی هست، حیطه کار طوری هست که این اتفاقات توش خیلی طبیعی هست، و با روی گشاده هم استقبال میکنیم از هر نقد و نظری هم که باشه. من پس یک اینکه رویکرد بر اساس یافته های میدان پیش خواهیم برد، دومی که بر مسئله آموزش تاکید خواهیم کرد. ببینید، توی هر نکته ریز تو این حوزه کودکان رو ساعت ها میشه در موردش صحبت کرد. کسایی که دستی بر آتش دارن میدونن من چی دارم میگم. فقط بخوایم در مورد کودکی که در یک خانواده‌ای که دچار فروپاشی به هر دلیلی، طلاق یا هر چیز دیگه شده، بخوایم فقط در مورد اون صحبت کنیم، مسائل خودش یه جلسه مفصلی هست. به همین جهت بعضی حوزه ها رو به صورت کلیاتش رو صحبت خواهم کرد، ولی توی حوزه آموزش به کودکان در شرایط دشوار، مخصوصا کودکان کار، با تاکید بر کودکان کار، بیشترین تمرکزمون بر اون خواهد. این دومین نکته‌ای که در مورد صحبت امروزم خواهم داشت. ببینید، ما چه این همه مسئله توی جامعه، چرا اومدیم سراغ بحث کودکان کار، چرا اومدیم سراغ بحث کودکان در شرایط دشوار، چرا من باید وقتم رو توی این حوزه، چه وقت داوطلبانه، غیر داوطلبانه، که اینجا رو کرد بیشتر همون فعالیت های داوطلبانه، کار داوطلبانه در حوزه کودک است، اهمیت و ضرورت کار در حوزه کودک رو میخوام در موردش صحبت بکنم. ببینید، کسی در نظر بگیرید که خدای نکرده جون دور از جون همه، یه تصادف کرد، یه شخصی رو در نظر بگیرید که تصادف کرد، دستش شکسته، پاش شکسته، نمیدونم دوچار پارگی در یکی از و خونریزی هم داره. شما رسیدید، ببین، این بیمار، این کسی که مصدوم، این کسی که تصادف کرده، این آدم بله نیاز داره که یه متخصص ارتوپد بیاد این پای این رو آتل ببنده که این پاش نمیدونم اشتباهی جوش نخوره فلانه. ببینید، چیزهای مهمیه که برای این مصدوم مهمه، ویتامین بدنش باید نرمال باشه، اینو باید مثلا حواسون باشه بهش برسه، تا این حدش در نظر بگی، تا اون چیزی که شرایط خاصی که بر اون تصادف براش پیش آورده. ولی این بیماری که این همه مسائل مشکلاتی که دچار شده، اون مصدومی که این اتفاق براش افتاده، دچار خونریزی هم هست، آیا شما میرید پاش آتل میبندین یا اولین کار میرید سراغ اون که جلوی خونریزی رو بگیرید؟ خیلی کارها برای این بیمار مهمه که انجام بدیم، برای این مصدوم خیلی کارها رو باید بدیم، ولی اگر خون ریزی داره اون اولویت پیدا میکنه. اگر نیاز به احیا داره، حالا دیگه من متخصص این حوزه نیستم، فقط دارم این اونها باید انجام بشه، شاید در نهایت بیایم سراغ دستش رو مثلا یه چیز موقتی ببندیم که در
این نقل و انتقالش دچار وضعیت بدتری بشه. ببینید چی خیلی چی مسئله ها مهمند، ولی یه چیزهایی هستن که ضرورت پیدا میکنن، خیلی ضروری میشه. آنچه که در حوزه جامعه ما میگذره متاسفانه مسائل خیلی زیاده. هر چیزی رو که نگاه میکنیم الان کلکسیون مسائل اجتماعی بعضی وقت باش مواجه هستیم. از بین این همه مسئله، چرا مسئله کودکان در شرایط دشوار و از میان کارهای مختلفی که برای کودک در شرایط دشوار میتونیم انجام بدیم، چرا بحث آموزش و توانمندسازی empowerment چرا مهم میشه برای ما و چرا ضرورت پیدا میکنه؟ ببینیم کودک در شرایط دشوار، چرا از واژه در شرایط دشوار استفاده میکنیم؟ این خیلی شنیدیم، کودکان در معرض آسیب، کودکان آسیب دیده، کودکان در وضعیت پرخطر و مسائل مختلف، کودک بی سرپرست، بد سرپرست. واژه های این چنینی که یه بار منفی دارند کنار کودک، وقتی کودک هی مثلا میگه این کودک بد سرپرست، کودک بد سرپرست، اشاره کردن های مداوم، تکرار های مداوم، نام این کودک رو با یک واژه منفی در کنارش کنار هم آوردن. کودک در شرایط دشوار یه شرایطی هست که کودک در اون شرایط قرار گرفته. به همجد این گونه واژه هایی که حداقل بار منفی رو دارن یا یه جورایی خونساتر هستن بهتر هست در اطلاق. حالا شاید کسی پیشنهاد بهتری داشته باشه که واژه در انتخاب واژه به همجد بر خیلی دقت بکنیم توی کار توی حوزه. کودک در شرایط دشوار، اولین چیزی که کسی که توی این حوزه داره کار میکنه، ببینید مثلا یه نفر که در حوزه اعتیاد کار میکنه، همه حوزه ها ارزشمند هستن، همه حوزه ها، و اون کسی هم که دچار یک مسئله اعتیاد سوء مصرف مواد مخدر شده، هزار تا عامل اجتماعی، ساختاری، خانواده، به این بخشیش هم شاید تصمیمات و اشتباهات فردی هم باشه، ولی در حوزه کودک، کودک در به وجود اومدن اون شرایطی که درش قرار گیر، اما ما کلا که تو این حوزه دنبال مقصر نیستیم، دنبال مقصر بودنش یه اتفاق دیگه در یک حوزه دیگه رخ میده. کودک در شرایط دشوار در انتخاب، در به وجود اومدن اون شرایط هیچ تقصیری نداشت، مقصر نیست. بچه چشم باز کرده تو اون شرایط قرار گرفته، چه کودکی که دارن ازش بهره کشی اقتصادی، چه کودکی که در شرایطی قرار گرفته که نمیتونه از فرصت آموزش بهره مند بشه، و و و و و کارهای مختلفی که اتفاقهای مختلفی در حوزه این کودکان رخ میده. خب این کودک در انتخاب اون شرایطش مؤثر نبوده، چش باز کرده. این کودک بی دفاع ترین قش در بین گروه های در معرض خطر در شرایط دشوار، اینها کودکان هستند، بی دفاع ترین هستند از نظر اینکه صداشون چیزی ندارن که بتونن صداشون رو برسونن. رسانه ای، قدرتی از نظر سطح قدرت و سطح بازی کردن خیلی محدودتر هستن، قربانی شرایط مضاعفی هستن، خودشون اصلا نمیدونن خیلی وقت اون پیرامونشون چی میگذره. کودکان وقتی که آدم برای کودکان کار میکنه، لذت مضاعفی که کار با کودکان داره، یکیش همین بحث هست که ما با کسانی ارتباط داریم به وجود اومدن اون شرایطشون هیچ قصور و تقصیری ندارن و در یک بازه زمانی، در یک وضعیت اضطراری، اگر بهشون مراجعه کنیم و اگر اون اتفاق توانمندسازی براشون رخ بده، بزرگترین اتفاق زندگیشون که میتونه آیندهشون رو بسازه. اینجاست که بحث آموزش و توانمندسازی مطرح میشه. ما یه ایده ای هست، یه بارم شعار یک سالهای سازمان ملل هم بود، چرخه فقر بین نسلی، فقر از یک نسل به نسل دیگر منتقل میشه. وقتی که کودک رو توانمند میکنی، مخصوصا تو حوزه آموزشی، این کودک توانمند میشه، کودکی در شرایط دشواری که محروم شده از امکانهای تحصیل به صورت عملیاتی که بتونه اتفاق مثبتی درش رخ بده، و یا یعنی مثلا اینکه مدرکی بگیره، شاید مثلا بعضی از این کودکان رو در موردش توضیح خواهم داد. این بحث چرخه فقر نسلی رو بشکنیم، فقر از یک نسل به نسل دیگر منتقل نشه، و اینجا اتفاقی که میفته در حوزه کودکان در معرض آسیب، کودکان در شرایط دشوار، کودکان کار، بیایم این حوزه بحث توانمندسازی و آموزش رو براشون انجام بدیم، این چرخه فقر بین نسلی رو یه خورده چوب لا چرخش گذاشتیم. اینجاست که این ضرورت توجه به کودکان،
و اون بازی سنی رد بشه و علاوه بر آموزش این توانمندسازی، همین وقتی که کودک رو فرصت یک بازی براش فراهم میشه درگیر یه فرآیند بازی است، این خودش اتفاق مثبتی برای کودک. از اون دوره‌ای که باید این کودکی بکنه محروم شده، اون کودکی که در اون شرایط خاصی قرار گرفته، کودکی که داره کار میکنه و اصولا نباید تو اون سن کار بکنه، حالا کودک مجبور به کار هست، کودک حالا هر شرایط مختلفی که دارن، این کودک این فرصت طلایی رو اگر از دست بده شاید توی بزرگسالی بهش مراجعه بکنیم، این توانمندسازی هایی که مد نظرم هست رو نتونیم روی اون اعمال بکنیم. سومین قصه‌ای که در حوزه کودکان باید خیلی بهش دقت بکنیم، ظرافت ها و پیچیدگی های قصه کودکی. ببینید کودک هیچ وقت به عنوان یک موجود مستقل بازیگر دیده نمیشه. در رویکرد سنتی که کودک جزء اموال خانواده یه جورای محسوب میشه. و اگر قرار باشه که برای کودک آموزشی حتی و برای اینکه این کودک رو برای بر عهده گرفتن نقش هایی در جامعه بزرگسالان آماده بکنه با این رویکرد بوده. الان کودک بازیگره. در ساختن جهان اجتماعی نقش داره. این رو خیلی وقت متوجه نیستیم. استقلال کودک، اراده کودک، اینها کودک در جهان جدید کودک بازیگره. جهان اجتماعی رو میسازه به همین اندازه‌ای که من بزرگتر این جهان رو میسازم. باید بهش بیشتر، به این بودش بیشتر دقت کرد، به احترام گذاشت. من قرار نیست که کودک رو، من بزرگسال کودک رو آماده بکنم برای اینکه یه باری از رو دوش این جامعه بزرگتر آماده بکنم. همین الان داره نقش رو برینی میکنه. خیلی الان مثال میشه زد که کودکان تأثیری که در مخصوصا الان با گسترش فضاهای ارتباطی و اطلاعاتی این اتفاق خیلی بیشتر داره رخ میده. ظرافت ها و پیچیدگی های دیگه‌ای که تو این حوزه داریم، ببینید داستان کودک و کار برای کودک در شرایط دشوار، من یه مثال بزنم که یکی دو سال پیش بود اگر اشتباه نکنم، یه دانشجوی داوطلبی که با یکی از مجموعه ها کار میکرد، ترم سه برق یکی از دانشگاه های معتبر بود، اومده بود کار فعالیت داوطلبانه در حوزه کودکان انجام میداد. با من ارتباط گرفتن و موضوع رو مطرح کردن که در مورد یه دختری بود که 12-13 سالش بود، توی خانوادهش مورد آزار و اذیت قرار می گرفت. این داوطلب بهش گفته بود که تو نباید اجازه بدی که این اتفاق بیفته فلان، بهمون بهش کمک کرده بود از خونه فرار کنه و نمیدونم بهزیستی بره و بعدش که پدرش اون اومد. ببینید شما این ظرافت های کار با کودک اینه، جامعه مخاطب ما یه جامعه خاصه، در معرض آسیب یا آسیب دیده هست. هر گونه اقدامی توی این حوزه، این ببین اصلا یک داوطلبی که خودش هنوز توی این حوزه ها تجربه ای نداره وارد فعالیت، باید سطح خودش رو مشخص بکنه. این که مثلا تو اون لحظه بهش یه شاید تو داری اون بچه رو بدبختش میکنی، شاید اون بچه رو در یک موقعیتی قرار میدی که نسبت به وضعیت قبلش بد، در مورد همین کیس اتفاق افتاده، این مداخله در این کیس مال یه مددکاری که 7-8 سال حداقل کار کرده باشه، 4-5 تا کیس مشابه رو از صفر تا صدش به نتیجه رسونده باشه بررسی. این که من بیام به عنوان یه داوطلبی که 5-6 ماه تو این حوزه کار بکنم، بیام و به خودم اجازه میدم و به خودش بگم آقا گیر کردیم چیکار باید بکنیم فلان، مثلا خیلی وضعیت انقدر بغرنج شده بود که نمیشد اصلا دیگه چیکار بکنم، مونده بودیم که از اون پیچیدگیش در بیاریم. ظرافت ها و پیچیدگی های کار در حوزه کودک است. حالا به برخیش باید ها و نباید هاش اشاره خواهم کرد. خب پس این که به جامعه مخاطب، حالا مفصل در موردش میخوام صحبت کنم، جامعه مخاطب ما در حوزه کودکان عدد کمی نیست. این مال 83.4 میلیون نفر جمعیت داریم، 30% زیر 18 سال هستن. تعریف کودک طبق کنوانسیون های بین المللی، تعریف یونیسف زیر 18 سال اطلاق میشه، نزدیک 23.4 میلیون نفر، 25 میلیون نفر ما زیر 18 سال، نفوس زیر 18 سال داریم که کودک محسوب میشه. و از این بین اگر بیایم اون کودکانی که در شرایط خاصی قرار میگیرن که ضرورت مداخله رو براشون فراهم میکنه، با عددهای اصلا عجیب غریبی مواجه میشه. مثلا گفته میشه که 18 میلیون نفر الا 20 میلیون نفر ما حاشیه نشین داریم. خب اگر 18 میلیون، اصلا 20 میلیون نفر مثلا حاشیه نشین داشته باشیم، 30% کودک، یعنی 6 میلیون کودک حاشیه نشین.
یا اصلا مثلا میگن که کسایی که درگیر مسئله اعتیاد هستن 4 میلیون نفر، 5 میلیون نفر درگیر مسئله اعتیاد هستن. هر یک از اینها اگر با دو تا کودک زیر 18 سال ارتباط داشته باشن، با دو تا کودک ارتباط داشتن، پدرشون باشن، برادرشون باشن، مادر، خواهر، عمو، رابطه خیلی سببی و نسبی نزدیکی با کودک داشته باشن، این حداقل 8 میلیون نفر، 9 میلیون نفر کودکی که با یک نفر در ارتباطات دچار سوء مصرف مواد مخدر هست. ما نزدیک عددهاش، حالا دقیق آخر عددهاشو چک نکردم، مثلا زنان خانوارهای زن سرپرست، خانوارهای زن سرپرست، نه اینکه الزاما دچار مسئله یا آسیبی باشن، نه خیلیشون از خیلی از خانوارهای نرمال هم بهتر، با این حوزهش کاری ندارم، ولی معمولا از عهده زندگی بر اومدن توی این خانوادها سخته. و حداقل شاید مثلا 1.5 میلیون کودک در این خانواده، در چون خانوادهایی هستن که دارای یعنی نیاز به حمایت. تعداد پرونده های قضایی که در کشور داره تشکیل میشه، بعد همین عدد و شماراشو نگاه کنید، میگن که نمیدونم سالانه 5 میلیون پرونده تشکیل میشه. حتی اگر این 5 میلیون 1 میلیون پروندهش به حکم منجر بشه که از این حکم یا حکم نمیدونم زندان باشه، اعدام باشه، حکم طلاق باشه، حکم جریمه سنگین مالی باشه، حکم تبعید باشه، از این حکم ها، از هر حکم یک کودک اثر بپذیره. یعنی فقط سالانه 1 میلیون کودکی داریم که از احکام قضایی متأثر میشند و به گروه های قبلی اضافه میشن. اینها یه سری همپوشانی های دارن، کاری ندارن، بحث همپوشانی در اینجا هم کاملا مطرح هست. خب این اتفاق ها، آمار های این کودکان، حالا بحث کودکان بازمانده از تحصیل که خودش قصه